به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام و وقت بخیری خدمت شما دوستای عزیز. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین، روز تاییدم به خوبی خوشی سپری کرده باشین و امروز در نیم ساعت از برنامه رسم زندگی ما را همراه باشین و از موضوعی که امروز در برنامه انتخاب کردیم ما را همراهی کنین و پیام‌های زیبایتان و همچنان نظراتتان را همراه ما شریک بسازین. در برنامه که شما تماس برنامه ما در خدمت شما دوستای عزیز قرار داره، 0-20-120-10-93 و همچنان از طریق 488 کلید 47 به تیم پیامای زیبایتان را بر ما ارسال کنین و صفحه رسم زندگی هم در خدمت شما دوستای عزیز قرار داره. صفحه ما را لایک کنین و کامنت های زیبایتان را بر ما ارسال کنین. امروز هم در برنامه موضوع خیلی مهمی را انتخاب کردیم که چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم. حالا آرامش داشتن در زندگی ما میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه، با اینکه بتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم و بتونیم از زندگی خود لذت ببریم و در کنار آرامش شاد بودن و شاد زندگی کردن چقدر میتونه رول مهمی در زندگی ما داشته باشه. موضوع امروز برنامه ما هست و استاد بزرگواری که همراه خود در برنامه داریم، استاد امین دستور صدیقی هستند، استاد روانشناس در برنامه امروز همراه ما هستند. سلام آقای صدیقی، خوش آمدید به برنامه. تشکر. سلام بر شما، سلام بر عزیزانی که برنامه را تعقیب میکنن. خرسند هستم در خدمت قرار دارم. سلامت باشین استاد، از اینکه در برنامه تشریف آوردین. ببین در آغاز برنامه یک تعریف از آرامش داشته باشین که یک شخص از چه وقت میتونیم بگیم که در زندگی خود آرامش داره. خب آرامش چیزی که همگی در جستجوش است، اما یک تعداد کسا پیدا میکنند و یک تعداد کسا با وجودی که در پیششان است پیدا کرده نمیتونند، در دست خودشان است نمیتونند پیدا بکنند. آرامش، آرام بودن، راحت زندگی کردن، شاد بودن، از نگاه صحی، از نگاه روانی، از هر نگاه آرام بودن آرامش است. و در آرامش چیزی که خیلی مهم است او خنده است. بسیار راحت میتونیم که بخندیم و این ما را با آرامش نزدیک میکنه. آهسته آهسته خندیدن و دروغ نگفتن، پیش وجدان خود خجالت نبودن، اینا تمامشان به ما آرامش میده. و در صورتی که ما پیش کسی کمی نداشته باشیم، دروغ نگفته باشیم، کدام غلطی نکرده باشیم، هیچ وقت ناراحت نمی باشیم. این مشکلات اقتصادی ما را هیچ وقت آرامی ما را بر هم نمیزنه. چیزی که آرامی ما را بر هم میزنه او اشتباهات ما است. هر وقتی که اشتباهات ما اصلاح شوه ما او وقت با آرامش میرسیم. هر وقتی که ما خود دوست داشته باشیم، خانواده خود دوست داشته باشیم، عزیزای خود دوست داشته باشیم، کشور خود دوست داشته باشیم، آرامش پیدا میکنیم. به هر صورت مشکلات وجود دارد. در جامعه فعلی ما شما مشکلات خیلی زیاد است، اما این مشکلات خواه است. با وجود این مشکلات ما چطور بتانیم خوش باشیم؟ مشکل خواهر همه روز است. از خانه خود که میبریم تا وظیفه هم میریم با اون مشکلات مواجه هستیم. چطور میتونیم که این مشکلات برای خود گفته ایرانا شکلات جور کنیم، به شیرینی ها تبدیلش کنیم؟ که از خانه خود که میبریم تا وظیفه که میریم، از نگاه حرکت بدن، از نگاه گفتار با مردم، با کسایی که با ما در محل کار هستن، اینا میتونه که ما را با آرامش برساند. آرامش چیز دیگه که ما را زیاد راحت میسازه اوی است که ما در طول زندگی وقتی که صبح از خواب میخیزیم، در همیشه یک روز دو روز نه، همیشه از خواب میخیزیم، اولین کار که بکنیم لبخند بزنیم. دومین کار ما ای است که خیستیم بخیزیم. اینه که باز یک دو لطف خدا بتیم که باش، یا زمستان باشه گرم باشیم، اگه تابستان باشه که باش کمک خدا شور بتیم. نه، که خیستیم باید بخیزیم و حرکت کنیم. در طول روز خصوصا صبح وقت حداقل 20 دقیقه میتونیم ما ورزش کنیم. ورزش ها متفاوت است، میتونه به دختر خانم ما باشه، میتونه به بچه ها باشه. بچه ها هر قسم ورزش متفاوت داره. یک خانم هایی که نمیتونه بیرون ورزش بکنه، ورزش های وجود داره که میتونن داخل خانه بکنن، مثل یوگا، مثل ورزش هایی که در جای به جای میشه. مثلا این به ما آرامش میده. و کسایی که سحرخیز نیست، کسایی که صبح وقت نمیخزه، اینا رو معمولا اگر متوجه باشیم ما تمام روز خسته هستن، هیچ آرامش فکری ندارن. یعنی که 10 بجه اگر از خواب بخزن یا 9 بجه از خواب بخزن، تا 12 بجه اینا بیخی به حال نمیان. باز اینا بعد 12 بجه 1 بجه کم کم کار خود شروع میکنن. ببینی که شام است و همه کارهایشان هم میماند و نمیتونن به درستی به مو هدفی که دارن برسن.
و اینا شاد نمی باشن به دلیل از اینکه کار امروزشان مانده، کار امروز که من فردا کم جاتا فردا دارن. بله بله نگرانی میشه و وقتی که این نگرانی باشد شب راحت خواب نداره. بله چون این ایده فکر از که خو کار امروز مامان و فردای خودم یک کارهای دیگه دارم این چطور بکنم، اینه می از که شب اون که خواب میشه یادم یک دفعه 3 بجه شب بیدار میشه یا دفعه 4 بجه بیدار میشه که باش باز نوخش کارم. یعنی اگر ما تمام روز به تقسیم اوقات کارهای خودم منظم بکنیم و هر شب قبل از اینکه استراحت بکنیم تمام کار روز خود یک تقسیم اوقات بکنیم راحت باشیم که اینی کارم است ما از فردا انجام میتونم، به دوستت ما میتونیم خیلی راحت خوابم بکنیم و اگر تا وقت شبم ششته باشیم بازم راحت خواب کردن میتونیم. چون دلیل چیست که ما به فردا خود وقت آمادگی داریم که ما فردا اینی کارم است خلاص دیگه هیچ کدام دغدغه ای ندارم. با وجودی که دغدغه های زندگی بسیار زیاد است، یک سری کسایی که آرامش ندارن به اونا توصیه میکنم که فقط کاری که میتونین بکنین اوی است که خودم مصروف بسازین. اگه میخواین کارامش پیدا کنین خودم مصروف بسازین با هر چیزی که مصروف میسازین، مثلا حتی با مساج دادن دست ما میتونیم خود را مصروف بسازیم که فکر ما به طرف های دیگه ای نرود، خدای نخواسته با ما استرس پیدا نشه و ما استراب پیدا نشه مشکلات زیاد پیدا میشه کارامش نداشته باشیم. خب اگر ما تمرین های روانی را انجام بدیم مثل اگر دیگه هیچ کار نمیتونن ساجه خود جویده میتونن، یعنی فکر خود به یک چیز مصروف بسازن تا اینا از دغدغه های که اونا را رنج میته آزار میته یا ای که اونا را مانع کار از اونا میشه از اونا دور باید باشن. دیگه ای که همیشه مثبت فکر کنن. ببین ما در جامعه منفیگرا بندازه داریم که به حد زیاد هیچ مثبت بین نیستن، اینا فقط متوجه از هستن که ای بود چقدر مشکلات داره، ای بود دیگه ای رو نمیبینن که اینا دیگه بود دیگه هم آرامش هست، مرا به او بود چی قرار ما حرامش خدا باید حفظ بکنم، خودم خودم درست باشم. ببین وقتی من خودم آدم درست باشم دیگه هیچ کس آرامش مرا برهم زده نمیتونه. این مشکلات اقتصادی، این پیدا نشدن وظیفه، اینا هیچ وقت هر وقت که ما آرامش خود عزیز بتیم باز نی وظیفه پیدا میشه نی کار درست پیدا شه باشیم. وقتی که ما آرامش داشته باشیم مطمئن هستم کسایی که وظیفه نداره خب اگر قناعت بکنن، اگر یک هفته اینا زحمت بکشن و اقا وظیفه زیاد است که از حد زیاد اینایی که وظیفه پیدا میکنن یا دلیل درست درس نخوندن یا درست کار نکردن یا آرامش ندارن، اگر آرامش نشه باشن درست اینا وظیفه پیدا کردن نمیتونن، چرا که اگه وظیفه هم بگیرن اینا رو دفعه دوم اینا رو جواب میده وظیفه به دلیل دی جواب میده که آدم آرامش نداره کار دیگه نفرم بر هم میذارن. بله حالا آرامش... در کل پس چگونه میتونیم استاد این تشویش ها رو از خود دور بسازیم تا با آرامش برسیم؟ خیلی راحت عزیزایی که آرامش نداره یگان گپای شده که اینا رو آزار میده فقط یک کار کنین، خدا ببخشین راحت کار کنین، بسیار پر انرژی، فقط خدا ببخشین. ببینین خداوند خیلی بزرگ است و او آدم بخشاینده است، او بخشاینده است، خداوند بخشاینده است. خیلی وقتی که او بخشاینده است دیگه تو چطور خدا بخشیده نمیتونی؟ خدا ببخش او دغدغه ها را دور بان، بندازه دور بانش که دیگه باز تو رو آزار نده، باز او به تو نزدیک شده نتانه. بازم اگر مشکلات می داشته باشید، تمام روز کار رو درست نکردی، شام که خانه رفتی اگر خودت تمرین بته تمام مشکلات بیرون از دروازه بان بگو صبح که آمدیم گپ می زنیم. تو تمرین کردی یک هفته باز ببین که چطور همون مشکلات که تمام روز داری او رو بیرون ماندی سباک تو از خانه می بری اونو ما می باز حلش کو بلست. اما داخل نبرش، آرامش بر هم نزن. وقتی خود ما آرامش نداشته باشیم خانواده هم مشکلات پیدا میکنیم. بله عزیزه دلی که بیننده برنامه رسم زندگی هستیم فعلا وقفه کوتاه داریم و بعد از وقفه ادامه صحبت ها رو فراموش نکنیم. پایدامه برنامه خوش آمدین دوستای عزیز، تشکر از همراهی شما دوستای تا ایدم بیننده برنامه رسم زندگی بودین، امیدوار هستم از صحبتهای استاد بزرگوار تا ایدم چیز را آموخته باشین و نکاتی را که گفتن مد نظر بگیرین، ادامه بحث هم می داشته باشیم همراه استاد و شما دوستای هم که می خواهی نظریتون همراه ما شریک بسازین و یا هم اگر کدام سوال دارین می توانیم به شما تماس برنامه ما با تماس شوین که 0-20-120-10-93 هست، منتظر تماس شما دوستای عزیز در برنامه هستیم. و استاد یک مشکل خیلی بزرگی که در جامعه ما هست زیادتر از افراد جامعه دچار همین مشکل هستن که آرامش روحی و ذهنی ندارن، حالا در کل چگونه میتونیم که ذهن ما را آرام بسازیم تا با آرامش دست پیدا کنیم؟ یک دلیلش خویی است که ما دفاتر مشاوردهی خیلی کم داریم. بله. در تمام افغانستان که اشد ضرورت است
که دفاتر مشاوره روانی باشد. مردم ما مشکلات زیاد دارن، طبعا خیلی مشکلات سرشان آمده، یا عزیزای خود از دست دادن، یا مشکلات اقتصادی بوده، یا هر مسئله دیگه ای که بوده، اینا را آزار میده و راه حل از این استادای روانشناس است که اینا بتونن راحت برون پیش از اونها مشکلات خود بگن حل کنن. و حتی یاد کسایی که بتونن در خانه خود به خود آرامش بدن، اینا بر از اینا من ایره توصیه میکنم. ببین مشکل خامده سر تو، تو را یکان چیز خوازار میته، اما تو تصمیم بگی، تو فکر کو زندگی تو مثل یک موتر است که هر طرف سفر کنی هم طرف برده میتونی. با تمرین حل میشه همه چیز. اینا تمرین کنه که به کدام مسیر میبره ذهن خود، فکر خود. اگر اینا برای درست ببرن، فکر درست بکنن، بشینن با سنجش کار بکنن، در صورت اینا میتونن که یک نتیجه خیلی خوب بگیرن، یک زندگی خیلی خوب داشته باشن و یک زندگی خیلی خوشبخت. خصوصا کسایی که آرامش نداره، یک دلیلش خانواده است که در خانوادهشان پدرشان مادرشان همه روزه جنگ داره، قلمقال داره و اینا را در خورترکی متوجه نبوده که چقدر فرزند از اینا تاثیر داره. اگر او عمل شود مشکلات که از پدر مادر داره، اگر اینا تمرین بکنن تا همیشه قلمقال نکنن، سر صدا نکنن پیش روی فرزندای خود، ولی مشکلات جدی که پیدا شده فعلا تمام از این مشکلات حوادث چیز نیسته که خدای نخواسته انتحاری و این مسائل که باشه، نه زیادتر از این خانواده است. خانواده همیشه جنگ کرده پیش روی فرزند خود، همیشه یک دیگه خود طعنه های متفاوت داده که معمولا وجود داره بین خانواده. این مسائل است که اینا را رنج میده آهسته آهسته. این زندگی شوخ زندگی نیست و اینا با آرامش نمیرسه. به قسم وقت با آرامش میرسه که اینا تصمیم بگیره که با آرامش برسن، که به کجا این موتر خود میبرند، به کدام مسیر، آیا به مسیر خوشبختی میبرن یا مسیر بدبختی میبرن. اگه به مسیر خوشبختی میبرین، پس یک دفعه ای نمیشه که در پته ششم یا پته هفتم زینه بالا شویم، پته پته بالا میشیم، یک دفعه ای نمیتونیم خیز بزنیم. و اگه به طرف بدبختی بینیم، خود همه روزه ما رو رنگ داده میره، همه روزه از اینکه کار خوب کرده بریم بدتر شده میره، بدتر شده میره، بالاخره به یک مشکلات مواجه میشه که دیگه بازو وقت حل کردن نمیتونیم. یا کسات مجبور میشه تصمیم خودکشی میگیره، یا گازو هم نگیره، ضرر به مردم میرسونه، ضررش هم از بجان ازو بزنه، بجان ازو بزنه. تو آرامش در وظیفه خود است، کار خود درست نمیکنه. من همیشه از جای خود میگم وقتی یک جای کار میکنین، کارمند هر جایی که باشین، ببینین کار خود فکر کنین، هم کار رشد میکنه و هم شما رشد میکنین. در چوکی راحتی ندارن، آرامش نیست، فقط باید بخزن ده هیچ چیز دست بزنن، ده هیچ چیز دست بزنن، کار خود درست نمیتونن کرده. و اگر آرامش ندارین در کار خود و در کار خود درست نتیجه نمیگیرین، من میگم ببینین یک کار کنین، کار در کار خودم که کار میکنین من حیث یک کارمند کار کنین، چون همگی ما در اینجا مزدور هستیم. ببین کسی که رئیس یک شرکت باشه او مزدور کلان است، دیگرش مزدور خورده است، رقت کلگی مزدور است. ببین مثل یک مزدور کار کنیم به کار خود. وقت ما مثل یک مزدور به کار خود کار کنیم، در وقت ما نتیجه خیلی خوب میگیریم. اگر ما به کار خود مثل مزدور کار نکنیم، فقط بشینیم هیچ کار درست پیش نمیره، کار ما بر هم میخورد. اما ببینید خود ما را در کار بندازیم، اتاد کساس خودش هیچ کار نمیکنه، باز ببینید که دو ماه بعد شکایت داره کار ما سقوط کرد. چرا خودت کار نکردی؟ نتیجه گیری بکن که در کجا مشکل داشتی. بعضی کسایی که چندین بار در کارات خود اشتباه میکنن و همیشه به نواقص مواجه میشن و خوشی و آرامش از اینا رو بر هم میزنه، اویی است که اشتباهی کردن باز تکرار میکنن، اشتباهی که قبلا کردن باز تکرار میکنن. خب ببین او اشتباه باعث شد که تو دیگه این کار نکنی، چرا که تو را باز به مشکلات مواجه میکنن، باز این کار که انجام میتی در صورت مشکل از خودت است. خود اصلاح بساز و کارهای منفیت دور بکو، همیشه مثبت فکر کو و حرکت کو. ببین یکی از استادای خیلی خوب ما هستن، خارجی است به نام جیمران، او میگه که من کتاباش مطالعه میکنم، او میگه حرکت کو، درخت خو نیست که استاد باشی. اگر در کار تو مشکل پیدا شو، خود تو حرکت کو، درخت استاد نباش. بله. وقتی حرکت کردی 100% یک چیزی به دست میاری. به طرف آرامش حرکت کو، تو ببین چطور آرامش میاد. به طرف بدبختی حرکت کو، ببین چطور خودش میاد بدبختی. هر چیزی که ما به ذهن خود بتیم، همو چیز به دست میاد. من خانواده را میگم اگه میخواین که فرزندایتون آینده آرامش داشته باشن، خوراک فکری بدین برشان، گناه فکران روحان آرام باشن.
باز وظیفه خوبم پیدا کرده میتونن، در وظیفه خود کار خوبم میکنن، کار درست میکنن، نتیجه درست میگیرن و بالاخره باعث افتخار خود، افتخار خانواده خود و بالاخره افتخار جامعه میباشه. و یک نفره که میفهمه امی کار بکنه، ببینین من مطمئن هستم در یک کوچه یک نفر بفهمه تمام کوچه را اصلاح میکنه. وقتی یک کوچه اصلاح شد و یک منطقه اصلاح میشه، یک منطقه اصلاح شد یک ولایت اصلاح میشه. بله. این کل از این ربط میگیره به این که یک نفر اصلاح شد. امیر یاد بگیرین که یک گل بهار میشه، ببینین یک گل که سبز کرد خود دیگراش هم سبز میکنه. امیر یاد بگیرین که یک گل بهار میشه. بسیاری دوستان میگه به یک گل بهار نمیشه. نه، به یک گل بهار میشه. و یک گل یک دفعه صحیح بشکفت خدا بزرگ است صد درصد. استاد حالا بعضی وقتها کسایی که تشویش می داشته باشن، استرس بیش از حد می داشته باشن و حالا هم آرامش نمی داشته باشن، باعث از این میشه که اطرافیان خود هم آزار بدن و بالای اطرافیانشان هم این کارهایشان تاثیرگذار باشه و در کل یک شخص تنها میشن به خاطر در زندگیشون اطرافیانشان ازشون خسته میشه و مجبور میشن که راه خود ازشون جدا بسازن. در این صورت باید چی کار انجام بدن؟ من پیشتر گفتم اولین کاری که اینا میکنن، من مطمئن هستم در هر ولایت آل یک روانشناس داریم، یک دفتر مشوره دهی حتما وجود داره. اگر اینا مراجعه میکنن، اگر ندیدن نمیرن، خودشان هم میتونه حل بکنه. حل کردنش این است که تو کم کم تصمیم بگیری، یک بارگی نمیتونی. من مطمئن هستم تو در یک بار به خیلی هیچ امکان نداره که به یک بار یک نفر اصلاح شوه. استرس ها وجود داره همیشه، یا به خود ضرر میرسونه یا ناخن خود میجوه، یا بسیاری مردای کریج داره ریش خود دندانای خود میجوه. اینی استرس ها کجا پیدا میشه؟ این تشویش ها کجا پیدا میشه؟ از این میگه که ما تصمیم نمیگیریم که درست شویم. وقتی ما تصمیم بگیریم که درست شویم، اگر یک بار نمیتونیم، دل همه گیره به دست آورده نمیتونیم، کم کم خود میتونیم. ببین اگر در منطقه تون وجود نداره دکتر روانشناس، اگر در قریه تون وجود نداره، در ولایت تون وجود نداره، خودت اصلاح کو. ببین خود آدم که تصمیمی که خود انسان میگیره، چون انسان منحصر به فرد است. من همیشه میگم ما منحصر به فرد هستیم. خداوند ما رو یک تا پیدا کرده، مثل ما نه پیدا میشه و نه خواد شد. آل قدرت تا ببین، به طولش فکر نکن زندگی چطور خواد شد، عرضش فکر کو. ببین عرض ما رو بالا میبره، به خدا میرسونه، طول ما رو به مرگ میرسونه. طول اگر ببینه ما رو به مرگ نزدیک میکنه، اما عرض ببین که دنیای واسه ببین، به این فکر کو. اونا دا این فکر است که تا حالا هیچ چیز نتونستم، داینده هم نمیتونم. ای شیراخ ناق نیست که گهواره تا گردانش بجوی. کم مطالعه کنین، حداقل چی خوب چیزی که حالا یادم آمد، ببینین یک کتاب مطالعه کنین. هیچ که بسیار وضعیتتان خرابه دیگه چیز پیدا نشد. من مطمئن هستم که در هر جا کتاب فروشی است. حال خوشبخت آنده میشار که میبرایم دو کتاب سه کتاب میگیرم، کتابای متفاوت هر روز برآمده میره، هر روز کتابا برآمده میره، کتابای خیلی خوب، کتابایی که به ما زندگی میبخشه، ما را آرامش میده، به ما یک حالت رخ میده که ما دیگه تشویش نکنیم، ما را به کار ما تشویق میکنه، ما را به زندگی ما تشویق میکنه، ما را به این تشویق میکنه که خانم خود دوست داشته باشیم، پدر خود دوست داشته باشیم، مادر خود دوست داشته باشیم، خود ما آرامش داشته باشیم. این کتابای خیلی خوب وجود داره، استفاده بکنید. خیر حداقل یک کتاب مطالعه بکنید. اگر من مطمئن هستم دوستای عزیزانی که روزانه یک ساعت خود در 24 ساعت یک ساعته اختصاص بدن به اینکه مطالعه کنن، در یک ماه 4 کتاب مطالعه میکنن، در یک سال 50 کتاب مطالعه میکنن. تو 50 کتاب مطالعه کو بزن ببینم چطور تشویش میکنی. هیچ امکان نداره که تشویش بکنی، چون تو کتاب 50 کتاب مطالعه کردی، 50 نه که 5000 راه را میفهمی، 5000 راه را به زندگی کردن میفهمی. به اون دلیل دیگه تو هیچ مشکل نمیداشته باشی. خب چی است که ما که مشکل سر ما اومد، آرامش خود از دست میتیم و کار نمیکنیم. کار که نکردیم، مطالعه نکردیم، در صورت ما کارم و کار خود به خود نمیشه. تا که تلاش نکنی، تا پشت کار نداشته باشی، هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. بله آقای صدیقی، وقت برنامه کم از خیلی کوتاه بر ما بوین که حالا شاد بودن در پهلوی ازی که میتونیم آرامش داشته باشیم چقدر میتونه رول اساسی داشته باشه تا زندگی ما تغییر کنه؟ من مطمئن هستم عزیزایی که خنده میکنن همه روزه، با وجودی که درد دارن، رنج دارن، غم دارن، اینا خنده بکنن، خیلی کساست که به خنده ضرورت داره و خنده ازی برای اونا روحیه میده. خیلی همیشه بخندین، همیشه حداقل با خود ببینین، خودتان تشویق کنین، خودتان دوست داشته باشین و به خودتان زندگی کنین، باز ببینین چقدر آرامش پیدا. بله پیام کوتاهیتون هم میتونین داشته باشین و دوستایی که بیننده برنامه ما هستن در کل حالا چگونه میتونن که تشویش ها رو از خود دور بسازن؟ من همه گیره دوست دارم، فقط میگم آرامش یگانه راه خوشبختی ماست دیگه هیچ. تشکر. سلامت استاد از اینکه در برنامه تشریف آوردین و جهان سپاس از تماشای شما دوستای عزیز که تا این دمیننده برنامه رسم زندگی بیننده بوده. تا برنامه بعد شما رو به خداوند بی همتا میسپارم. شاد و موفق باشین. خداحافظ.